اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الآن ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علم والآن أعداءهم بعدد ما أحاط به علم هر کجا زائرا نشستن خواهرها و برادرها اونایی هم که دارن میرن تو راه بخونن دعای فرج آقا امام زمان اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه في كل أليان وحافظا راه دادی این گدا را هم محرم هم سفر آخرین لحظه های
از در ماه سفر شب اول ماه ربیع تشکر کنیم از آقامون دو ماه بهمون اجازه داد تو مجالس روزه ابی عبدالله بیای مرز ادب کنیم آقا جان راه دادی این گدا را هم محرم هم سفر شکرها کردم خدا را هم محرم هم سفر شکر نعمت نعمتم افزون کند شکر خدا درک کردم روزه ها را هم محرم هم سفر چه جای خوبی نشستی برا تشکر کردم چه جای خوبی نشستی برا شکر گذاری این لحظه رو خیلی آرزو دارن مثل تو حرم امام رضا بنشینن بگو آقا جان خیلی آمون داریم از این حرم برمیگردیم یه دلشورهی دارم نکنه سال دیگه محرم بیاد من نباشم نتونم برا حسین عشق بریزم بابا رحمت خدا به این ناله ها شما دستچین شده های جلسات امام حسین هستین مخصوصا عزیزانی که میبینم چهره ها عزیزان آذری زبان من خودم کشته مرده این ذکری هستم که اینا میگیرن نه من گفت تو عالم رویا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو دیدن خانم فرمود من عاشق این ذکری هم که میگن حسین همینطور ناله میزنن اربایم من میخوام امشب از زبون اینا بگم منو جدا شدن از کوی تو خدا نکنم خدا اران چه کند از تو هم جدا نکنم حسین به 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 حسین حسین بگو آجایان شما خودتون به ما امر کردین فقط به ابن شبیب که دستور نداد وقتی به ابن شبیب آقا فرمود یعنی به تک تک دوستان ما بگید
منتها خطاب به ابن شبیبه، فرمود یا ابن شبیب ان كنت باكيا لشيء فبكي للحسين. یعنی اگه برا من امام رضا هم میخوای گریه کنید، اول برا جد غریبم حسین گریه کنید. فقط امام رضا اینطور فرمودن، نه خود رسول خدا لحظه های آخر وقتی در حجره باز شد، حسن دویدن رو سینه پیغمبر افتادن، امیر المومنین حضرت صدیقه از یه طرف اومدن امام حسن رو برداشتن، از یه طرف امیر المؤمنین ابی عبدالله رو از رو سینه رسول خدا جدا کردم. دیدم پیغمبر فرمود دست نگه دارین، حسین که رو سینه من باشه من راحت تر جون میدم. میگن رسول خدا یک به یک نگاه کرد، یه وقت دیدن داره عشق میریزه، حضرت صدیق سوال کرد بابا برا چی گریه میکنی؟ فرمود برا غریبی این پسر گریه میکنه. یه روز کربلا تنهای تنها میشه. نمیدونم چطور دلم داره اینجا میره، اصلا خواستم غزل رو برات بخونم. امیر المومنین و مادرش زهرا هم همینطور، زینب کبرا علیها السلام میگه یه نیمه شبی اومدم کنار بستر مادر، دیدم مادر منو بغل کرد. عزیز دلم میتونم ازت یه خواهشی داشته باشم؟ عرض داشتم بفرما مادر. فرمود زینبم کربلا نیستم پسرم و یاری کنم، عوض من اون لحظه آخر که میاد باد ودا میکنه زیر گلوی حسینم و بوسه بزن. یک به یک این وصیت ها را انجام داد کنار بستر امیر المومنین. هم امیر المومنین نگاه کرد، همه دارن گریه می کنن، تا نگاه کرد به ابی عبدالله، فرمود حسین جان تو برا چی داری گریه می کنی؟ عرض داشت بابا محاسن شریفت به خون سرت آغشته شده، خضاب شده. فرمود حسین جان یه همچین لحظه ایم برا تو میرسه، کم کم با این روزه ها باید ودا کنین. صدا زد بابا کی؟ فرمود یه روزی میاد صورت به صورت جوونت میذاری، انشالله جوون از دست داده بینتون نباشه، تا صورت از صورت علی بر میداری همه محاسنت به خون خضاب میشه. از همه گفتم
هزار از کریم اهل بیتم بگم یا امام حسن، کنار بستر امام حسن هم همه دارن گریه میکنن، عباس، زینب، ام کلثوم، همه دارن عشق میریزن، اما تا نگاهش افتاد به ابی عبدالله فرمود تو گریه نکن لایم که یوم که یا ابا عبدالله. حسین جان این لحظه آخر اومدی سر منو به دامن گرفتی، یه روزی برا خودت میرسه تنهای تنها هستی. از همه گفتم یادم افتاد یه نفر دیگه بود خیلی دلنگران بود، درست حد زدی، این آقایی که خیلی دلنگران بود کنار نهر القمه افتاده بود. وقتی ابی عبدالله اومد سرشو به بالین گرفت، فقط توی مقتل من دیدم وقتی سوال کرد، درخواست کرد، عرض داشت، حسین جان این خونها رو از روی چشمم پاک کن، یه بار دیگه روی ماه تو ببینم، همچی که روی ابی عبدالله رو نظاره کرد، دید داداش میان فوج لشگر داره عشق میریزه و بکا بکا انا آلیاب، بلند بلند داره ناله میزنه، از یه طرف عباس نگاه کرد، همه دور تا دور ایستادن، یه عده دارن کف میزنن، یه عده دارن هل هله میکنن، بهش برخو غیرت الله، صدا زد داداش چرا اینطوری گریه میکنی؟ صدا زد چرا گریه نکنم؟ همه هستیم و دارم از دست میدم، علم دارم و دارم از دست میدم، پشت و پناه خواهرم و دارم از دست میدم، آی گریه کن. یه وقت دید عباسم داره عشق میریزه، انشالله مهر قبولی دارن میزنن به این روزه ها، تنها چیزی که دلم نبود داره اینجا میره. صدا زد داداش اگه من گریه میکنم دلیل داره، من دارم علم دارم و از دست میدم، اما تو که داری مهمون بابام میشی، مهمون مادرم میشی، تو برا چی داری گریه میکنی؟ صدا زد داداش گریه منم علت داره، میبینم این لحظه آخر اومدی سر منو از رو خاک بلند کردین، به من بگو ببینم ساعت دیگه کی میخواد سر تو رو از رو خاک بردار. برا خیلی یاب اگه این روزه رو بخوای بخونی تا همینجا بسه، اما تو جمع شما این روزه اسراف نمیشه خوندنش. میخوام بگم دلنگرانی امام حسن، حضرت زهرا، امیرالمومنین، رسول خدا، امام حسن، دلنگرانی قمر بنی هاشم، همه دلنگران بودن برای این لحظه، اما هیچ کدومشون نبودن ببینن. تنها کسی که این صحنه رو دید عمه سادات بود و
وقتی اومد بالا تل زینبی ایستاد، آه نه این که کسی نبود سر از رو خاک برداره، یه وقتی نانجیب داره میره سمت برادر. از تل زینبیه زینب صدا میزد، حسین با قامتی خمیده آخ بمیرم. تازه فهمید مادر چرا سفارش کرده بود زیر گلوی داداش رو بمون. یه وقت رو کرد به حرم پیغمبر، صدا زد صلی علیک ملیک السما، هازا حسین بالعرا مقطع الاعضا، حسین بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه محمد صلى الله عليه واله يا ابا القاسم يا رسول الله يا امام الرحمه يا سيدنا ومولانا، انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول،
تو این فراز دل عاشقا سرگردون میشه، وقتی از رسول خدا درخواست داری کمکت کنه، دلت میره کنار گنبد خضرا. وقتی از امیر المؤمنین میخوای، دلت میره ایوون طلای حرمش. اما وقتی میگی یا فاطمه تو زهرا، دلت سرگردون میشه، نمیدونی باید کجا بری، بین منبر و محراب یا قبرستان بقی یا جلو خونه خانوم حضرت زهرا. معمولا رسم این بوده، به ما این طور یاد دادن، روزه ها رو با روزه حضرت زهرا جمع میکنن، اشارم کردن. آری هر چقدر سخت گذشت، امروز به جواد العمه، اما این بدن و راحت غسل داد، بدن و کفن کرد، بدن و دف کرد. الهی بمیرم برا اون بدنی که هرچی امیر المومنین غسل میداد، باز دوباره از جای جراحات خون تازه جاری میشد. الهی بمیرم برا اون بدنی که چند بار این بدن رو کفن کرد. یه اشاره کنم رد بشم، میخوام دعا رو برات بخونم. نگاه کرد گوشه حجره، دید حسن دست گردن هم انداختن، زینب دست گردن هم انداختن. روایت میگه مثل جوجه های لرزان کنار بدن مادر، فرمود حسنم بیا، حسینم بیا، زینب بیا، ام کلثوم بیا، بیاید برا بار آخر با مادر ودا کنین. خود مولا داره میگه، میگه بچه ها دویدن، حسن از یه طرف، حسین از یه طرف. مولا میفرماید به والله قسم دیدم بندهای کفن باز شد، دستای فاطمه بیرون اومد، با یه دست حسن رو در آغوش گرفت، با یه دست ابی عبدالله رو در آغوش گرفت. آی گریه کنم مخصوصا خواهرام از این جای روز عشق بریزن، کنار بدن مادر همه دارن این بچه ها رو نوازش میکنن. یه وقت منادی بین زمین و آسمان ندا کرد علی بچه ها رو از رو بدن مادر بردار، ملائکه طاقت ندارن این لحظه رو ببینن. میدونی میخوام چی بهت بگم؟ میخوای بگی این ملائکه مگه نبودن کنار گودال وقتی نازدانه ابی عبدالله اومد؟ نه نوازشگری بود، فاجتمعت عدت من الاعراب حتی جروها من نعش ابیها، یه عده تو گودال ریختن. یا فاطمه تو زهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا
سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا هر چقدر کار داری باهاش بگو یا ابا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي خیلی از این جماعتی که اینجا نشستن تازه از پیاده روی حرم امام حسین برگشتن اما هنوز نیومده دلشون دوباره برا حرم ارباب تنگ شده یا امام رضا من نمیدونم چقدر از این جمعیتی که نشسته هنوز کربلا نرفته اما اینقدر میدونم همه به این واقفن که هر کی میخواد بره کربلا باید امام رضا براش امضا کنه آقا جان از همین الان دلشوره دارم نکنه 40 سال آینده جا بمونم آقا برامون امضا کن یا ابا عبدالله یا حسین ابن علی ایها الشهید يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها هر کی کربلا میخواد بره صدا تو برسون با آقا يا أبا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا
ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر گرفتارم حاجت دارم درد دارم رسیدی در خونه باب الحوائج موسى بن جعفر نکنه این لحظه های آخر رو از دست بدین همه اونایی که به التماس دعا گفتن همه اونایی که مریضاشون رو سفارش کردن تو این فراز التماس آقا موسی بن جعفر گن یا موسی بن جعفر ایا الکاظم یا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
إنا توجهنا بس دشبانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها آقا جان، اما با همه بدیام دوست دارم. این که دیگه دروغ نمیگم که بدم، اما شما را دوست دارم. یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا مولا. یا به 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 به، تا اسم امام رضا برده شد چقدر دست نیاز بلند شد به سمت حرمه. یا امام رضا، یا امام رضا. یا امام رضا مولا. آقا جان دلمو گره زدم، به پنجره دارم میرم. به 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 به، دلمو گره زدم، به پنجره دارم میرم. به امیدی که میرم این گره ها رو وا کن. بگو آقا اونایی که گرفتاری دارن، بگو آقا تو که آخر گره رو وا میکنی امام رضا، تو که آخر گره رو پس چرا امروز و فردا میکنی؟ یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا مولا. یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا مولا. یا امام رضا، آقا جان داریم میریم، اما با این امید داریم میریم که فرمودی من سجا به داد زائرم میرسم. یه جا دم جون دادنم، گم اون پیر مرد سلمانی تو نیشابور از امام رضا وعده گرفته بود، لحظه های آخر عمرش بود. هی نگاه به در میکرد، هی میگفت آقا داره دیر میشه، خودت گفتی میای بالا سرم.
یه وقتی در باز شد امام رضا اومد سرشو به بالین گرفت. آقا من که جرأت اون پیر مرد سلمانی رو ندارم بخوام بگم بیاد سرمو به بالین بگیر، من میگم آقا بیا دم جون دادن پاتو رو سرم بذار. گر زحمتت افتد که نهی پای به چشمم، بگذار که من چشم به پایت بگذارم. همیشه این حرفو برای امام زمان گفته بودی، عیبی نداره امروز با امام رضا بگم، بگم آقا حیف از تو عزیزی که منت یار بخوانم، لیکن چه کنم جز تو کسی یار ندارم. آه گریه کنم، آقایی که دم جون دادن همه میرم، بالا سر همه دوستانش میرم، مثل امروز لحظه یا آخر خودش چشمش به در بود، هی صدا میزد پسرم کجایی، جوادم کی میای بابا، یا بلحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يديك حاجاتنا يا وجيها. الله يا وجيها. همینطور که رو به حرمش ایستادی این دست تو پایین نیار، بذار یه دعا برات بکنم. میخوام بگم آقا از زبون همه این مرد و زن میخوام بگم، فرمودن اگه گرهی دارید رو به حرم امام رضا بایستید، بگو آقا جان جیگر گوشم به جان جوادت قسم، آقا به حق جواد الامه احدی رو امشب دست خالی و ناامید برمگردا. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. يا أبا الحسن يا علي ابن محمد
أيها الهاد النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها يا وسي الحسن والخلف الهجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا